در جریان حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه روز شنبه دست کم 54 نفر که اغلب آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. این خونین ترین حمله از آغاز درگیری هاست. همچنین اصابت موشک به یک آسایشگاه معلولان موجب کشته شدن دو زن شد. دو خواهرزاده اسماعیل هنیه رهبر حماس نیز از جمله کشته شدگان روز شنبه هستند. ریاض منصور نماینده دولت خودگردان فلسطینی در سازمان ملل متحد نیز ضمن انتقاد شدید از نقض حقوق بین الملل از سوی اسرائیل گفت اگر طرف اسرائیلی به موضع کنونی شورای امنیت و گروه های سیاسی بیمحلی کند شورای امنیت باید اقدامات دیگری از جمله تصویب قطنامه را مد نظر قرار دهد. همزمان در منطقه تحت اشغال اسرائیل در نوار باختری رود اردن ده ها جوان فلسطینی شنبه شب با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند و به سویان آنها سنگ پرتاب کردند از بیت المقدس نیز درگیری مشابهی گزارش شده در جریان این درگیری ها سه تن از معترضان فلسطینی زخمی شدند در مقابل اصابت موشک حماس به یک مرکز تجاری در تلاویو خسارتهایی خساراتی به بار آورد اما هیچ کشته یا زخمی بر جای نگذاشت به گزارش منابع نظامی اسرائیل حماس روز شنبه ده موشک به سوی تلاویو شلیک کرده است پیشتر هماس در بیانیه اعلام کرده بود که قصد دارد حمله وسیع را علیه تلاویو آغاز کند